هفته قبل به شهر گرانادا رفتم در منطقه آندالوس، شهری که زمانی از شهرهای مهم جهان اسلام و همچنین مرکز خلافت دودمان نصریان بوده. در ابتدا به معروفترین مکان این شهر رفتم، قلعه و کاخ الحمرا که برای چندین قرن مرکز حکمروانی مسلمانان بوده. قصری بسیار زیبا با معماری منحصر به فرد که از اون به عنوان برجسته ترین معماری اسلامی در اروپا یاد می کنند. یه نکته جالب این هستش که معنی کلمه گرانادا یعنی انار، و علتش هم این هستش که در شهر گرانادا پر از درختان انار هستش. همچنین شکل انار بر روی پرچم این شهر رو هم میشه دید، و همچنین توی شهر یک سری ستونهای فلزی وجود داره که پیاده رو از سواره رو جدا کرده که به صورت شکل انار ساخته شده، این ستونهایی که اینجا هست، و واقعا کار بسیار خلاقانه و جالبی هست برای نشون دادن اسم شهر گرانادا یعنی انار. وقتی تو خیابون‌های قسمت قدیمی شهر گرانادا قدم می‌زنم، منو یاد شهرهای شمالی کشور مراکش میندازه. نوع معماری، مغازه‌هایی که صنایع دستی می‌فروشن، و همچنین شنیدن زبان‌های عربی و بربر. البته بعد نیست به یک موضوع اشاره بکنم، الان که دارم صحبت می‌کنم ساعت 1:30 بعد از ظهر هستش و خیلی از مغازه‌ها بسته هست و خیابون‌ها هم خلوت، و این به این دلیل هستش که یک رسمی در اسپانیا وجود داره بیشتر در جنوب، و اون این هستش که افراد هولوش ساعت 1:30 بعد از ظهر میرن یه چرتی میزنن و بعد ساعت 4:05 دوباره میان بیرون. به همین دلیل الان تو این وقت خیابون‌ها یکم خلوت هستش. البته وجود کووید و کرونا هم مزید بر علت شده که این خلوتی بیش از پیش باشه. اکثر مغازه‌ها اینجا که صنایع دستی می‌فروشن اهل مراکش هستن، مغرب، و بیشتر اجناس هم مال اون بره، و کلاً این شهر یه حال و هوای مراکشی و مغربی داره. نزدیک‌تر شدیم به قاره آفریقا و مراکش، و خب طبیعتاً چندین قرن عرب‌ها اینجا زندگی می‌کردن و خب تأثیرات زیادی هم داشتن. یه دور بزنیم توی مغازه ببینیم چی گیرمون میاد. سلام علیکم. شکر نبوی درستان دماروه کنو؟ این رفیق اون مال شمال مراکش هستش، و گفتم که اونجا سفر کردم و کلی شهرها رفتم و واقعا کشورتون رو دوست دارم. خب طبیعتا کلی حال میکنم. من این کیفا رو نگاه بکنم. این کیفا مال شهر فز هستش. اگه یادتون باشه رفته بودن مراکش، شهر فز رفتم، یه جایی که چرم درست میکردن، و اون دباغی شهر فز اگه یادتون باشه تو برنامه مراکش شهر فز، که یکی از قدیمی ترین دباغی های دنیاست که کماکان هزار سال داره به همین روال میره جلو، این کیفا میگه مال شهر فز. خب احتمالا هم شاید تو اون دباغی درستش کردن. حالا به اینا کار نداریم، من یه کیف میگیرم چون یه جورایی مریضی کیف دارم و واقعا عاشق کیفم، و هر جا میرم معمولا یه کیف کوچیک یا بزرگی میگیرم، با اینکه ماشین پر جا نیست ولی یکی میگیرم. کیفا رو یه نگاهی بکنه. توی شهر گرانادا پر از درخت نارنجه و خیلی جالبه، و کلن از وسط اسپانیا به سمت پایین معمولاً توی شهرها پر از درختان پرتقال و نارنج هستش، و کسی هم ندیدم بکنه اینا رو استفاده بکنه. حالا میکنن من ندیدم، ولی کلن منو یاد ایران و مقتن شمال میندازه با اون درختای نارنج و غذاهای محلی خوشمزهی که با رب نارنج درست میکردن.
بله. در ساعت 5 عصر، درست ساعت 5 عصر بود، پسری پارچه سفید را آورد در ساعت 5 عصر. سبدی آهک از پیش آماده در ساعت 5 عصر. باقی همه مرگ بود و تنها مرگ در ساعت 5 عصر. قسمتی از شعری بود به نام مرثیه‌ای برای ایگناسیو سانچز مخیاس که خیلی از شما شاید با صدای احمد شاملو اون رو شنیده باشید. شعری از فدریکو گارسیا لورکا، یکی از پرآوازه‌ترین شاعران اسپانیا، متولد فوئنت باکروس در حومه گرانادا در سال 1898 میلادی. اسم لورکا با شهر گرانادا پیوند خورده، به طوری که در این شهر پارک و موزه‌ای به نام این شاعر پرآوازه وجود داره، ولی متاسفانه در دوران کووید هم این پارک و هم این موزه بسته هست و امکان بازدید از این مکان‌ها وجود نداره، ولی لازم دونستم که حتما یادی بکنم از این شاعر پرآوازه. در قسمتی از شهر گرانادا محله‌ای وجود داره به نام ساکرومونته که محله بسیار زیبایی هستش، با خونه‌های سفید رنگ و خیابون‌های سنگفرش شده و کوچه‌های بسیار باریک و پیچ در پیچ. این محله ابتدا متعلق به اعراب بوده، ولی بعدها کولی‌ها به اینجا مهاجرت کردند و اینجا تبدیل شده به محله کولی‌ها و همچنین یکی از مراکز اصلی موزیک، رقص و آواز فلامنکو، به طوری که خیلی از خواننده ها و نوازنده ها و رقصنده های معروف فلامنکو اینجا اجرا داشتن، مانند ویسنت آمیگو، توماتیتو، استریا مورنده که خودش متعلق به همین شهر بوده. اینجا همچنین یکی از مراکز و محل های اصلی هستش که تقریبا هر گردشگری که به شهر گرانادا میاد به اینجا یک سری میزنه. شب های بسیار زنده ای داره و حال و هوای خاصی داره، البته در دورانی که کووید وجود نداشته. کلی بار و رستوران اینجا هست که اتفاقات فرهنگی و موزیکی می افتاده اینجا، ولی الان متاسفانه به خاطر وجود کووید و کرونا این اتفاقات اینجا کمتر رخ میده.